العربية بين يديك، سلسلة آموزش زبان عربي، بخش چهارم، الحياة اليومية، زندگی روزمره. الثاني والثلاثون، درس سی و دوهم. تمرين أول، تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. البته این تمرین به شکل سوال و جواب است که شما باید همراه همکارتان آن را عملی کنید. در آغاز مثال می خوانیم. متى تذهب الى المدرسه؟ چی وقت به مدرسه یا به مکتب می روی؟ اذهب الساعه السابعه، ساعت 7 می روم. بقیه مثال ها را تطبیق می کنیم. متى تذهب الى البيت؟ چی وقت به خانه می روی؟ اذهب الساعه الواحده، ساعت 1 می روم. متى تذهب الى الطبيب؟ چی وقت به نزد طبیب یا دکتر می روی؟ اذهب الساعه الثانيه، ساعت 2 می روم. متى تذهب الى المسجد؟ چی وقت به مسجد می روی؟ اذهب الساعه الثالثه، ساعت 3 می روم. متى تذهب الى المهندس؟ چی وقت به نزد انجینیر یا مهندس می روی؟ اذهب الساعه الرابعه، ساعت 4 می روم. متى تذهب الى الشقه؟ چی وقت به آپارتمان می روی؟ اذهب الساعه الخامسه، ساعت 5 می روم. متى تذهب الى العم؟ چی وقت به نزد کاکا یا عمویت می روی؟ اذهب الساعه السادسه، ساعت 6 می روم. بعد از این به تمرین دوم انتقال می کنیم. در اینجا همچنان مانند سابقه سوال جواب است که باید شما آن را با همکارتان تطبیق کنید. مثال می خوانیم. اين تصلي الفجر؟ نماز صبح را در کجا می خوانی؟ اصلي الفجر في المسجد، نماز فجر را در مسجد می خوانم. بقیه مثال ها را تطبیق می کنیم. اين يقرا القران؟ قرآن را در کجا می خواند؟ يقرا القران في المصلى، قرآن را در مسجد می خواند. اين يشاهد التلفاز؟ تلویزیون را در کجا مشاهده می کند؟ يشاهد التلفاز في الغرفه، تلفاز را در اتاق مشاهده می کند. اين يتوضا؟ در کجا وضو می کند؟ يتوضا في الحمام، در توالیت وضو می کند. اين يغسل الاطباق؟ بشقاب ها را در کجا می شورد؟ يغسل الاطباق في المطبخ، بشقاب ها را در آشپزخانه می شورد. اين ينام؟ ينام في غرفه النوم، در کجا می خوابد؟ در اتاق خواب می خوابد. اين يغسل الملابس؟ لباس ها را در کجا می شورد؟ يغسل الملابس في الحمام، لباس ها را در توالید می شورد. بعد از این به صفحه بعدی انتقال می کنیم. التدريب الثالث، تمرین سوم،
تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. البته در اینجا تمرین دو شخص ضرورت داره که شما و یک کس دیگره این تمرین بین خود به شکل سوال و جواب تکرار کنید، مانند دو مثالی که در اینجا گنجانیده شده. مثال اول: ماذا تفعلو؟ چی کار میکنی؟ جواب: اقرأ القرآن، قرآن میخوانم. مثال دوم: ماذا تفعلین؟ چی کار میکنی؟ برای مفرد مؤنث: اقرأ القرآن. یعنی به معنای این که مثال اول برای مذکر مفرد و مثال دوم برای مؤنث مفرد. و به این ترتیب تمرین آغاز میکنیم. ماذا تفعلو؟ اکنسو الغرفت، اکنسو الغرفت. ماذا تفعلین؟ اکنسو الغرفت. ماذا تفعلو؟ أشاهد التلفاز. ماذا تفعلين؟ أشاهد التلفاز. ماذا تفعل؟ أقرأ الصحيفة. ماذا تفعلين؟ أقرأ الصحيفة. ماذا تفعل؟ أكوي الملابس. ماذا تفعلين؟ أكوي الملابس. ماذا تفعل؟ أغسل الأطباق. ماذا تفعلين؟ أغسل الأطباق. ماذا تفعل؟ أقرأ الكتاب. ماذا تفعلين؟ أقرأ الكتاب. البته در این تمرین سوالیا برای مفرد مذکر و برای مفرد مؤنث بود که آن را تطبیق کردیم. بعد از او به صفحه بعدی انتقال میکنیم. تمرین چهارم: تبادل السؤال والجواب مع زميلك. عینا مانند سابقه سوال و جواب را بین دو نفر تکرار میکنید. مثال اول: ماذا ستکنسو؟ سأکنسو غرفت الجلوس. البته در اینجا سین در ابتدای فعل مضارع داخل کردم که در اینجا افاده آینده را میکنه. اکنسو به معنای که همین حالا این کار را انجام میتم. سا اکنسو در آینده ما جارو میکنم، یا هر کاری که باشه سین افاده آینده را میده. سین و همچنان سوفه و اینا فقط به بالای فعل مضارع داخل میشه. پس مثال های بعدی را عملی میکنیم. ماذا ستغسلو؟ سأغسلو الملابس. ماذا ستكوي؟ سأكوي الملابس. ماذا ستصلي؟ سأصلي الفجر. ماذا ستقرأ؟ سأقرأ القرآن. ماذا ستشاهد؟ سأشاهد التلفاز. ماذا ستغسل؟
سأغسل الأطباق. بعد صفحه بعدی انتقال میکنیم. البته در اینجا ملخص درس هست که انشالله او را تکرار میکنیم، که البته تراکیب نحوی و یا ترکیب جمله به چه شکل صورت میگیره با هم تکرار میکنیم. یک، چنانچه میبینید در ستون اول همش افعال است و در ستون دوم همش اسماست، و البته ستون اول فعل فاعل است. زمانی که میگم اقرأ، من میخوانم، که در اینجا قرائه فعل شد و فاعل در اینجا ضمیر مستتر تقدیره انا. اقرأ القرآن، القرآن در اینجا مفعول بهی واقع شده و مفعول بهی برای همیشه منصوب می باشد. و یک نقطه دیگر هم که اقرأ اکنس اشاهد، اقرأ اغسل، این همش برای متکلم مفرد است. اما اگر ایره خواسته باشیم برای جمع بسازیم، یک نون داخل میکنیم، میگیم که نقرأ القرآن، نکنس الغرفة، نشاهد التلفاز، نقرأ الصحيفة، نغسل الملابس. این صيغه جمع متکلم شد. و اما برای غائب میگویم که یقرأ القرآن، یکنس الغرفة، یشاهد التلفاز، یقرأ الصحيفة، یغسل الملابس. و برای مخاطب میگویم تقرأ القرآن یا تقرأین القرآن، تکنس الغرفة، تکنسین الغرفة، تشاهد التلفاز، تشاهدين التلفاز، تقرأ الصحيفة، تقرأين الصحيفة، تغسل الملابس، تغسلين الملابس. وبهمی ترتیب فعل مضارع. چنانچه در درس های گذشته گفته بودیم که انیت از جمله علامات فعل مضارع است که در اول فعل می آید، همزه می آید، نون می آید، یا می آید و تا. چنانچه در اینجا تطبیق کردیم. به ستون دوم انتقال می کنیم. سین، زمانی که سینه بالای فعل مضارع داخل می کنیم به معنای آینده را می ده. آینده قریب داریم و آینده بعید. البته این دلالت به آینده قریب می کنه که میگویم سأقرأ القرآن، یعنی ان قریب قرآن تلاوت میکنم. سأکنس الغرفة، سأشاهد التلفاز، سأقرأ الصحيفة، سأغسل الملابس. بعد از او به ستون نمبر سوم انتقال میکنیم. در اینجا علامه استفهامی است، ماذا تفعل، یعنی چی تفعل، چی میکنی، ماذا تفعل، که البته سه سطر اول آن یا سه کلمه اول آن برای مذکر مفرد تخصیص داده شده و سه اخیر آن برای مؤنثه مفرده. ماذا تفعل، ماذا تکنس، ماذا تشاهد، یعنی برای یک نفر مفرد. بعد از او اگر خانم باشه، یعنی مؤنث باشه، میگیم که ماذا تفعلین، ماذا تکنسین، ماذا تشاهدین. بعد ستون چهارم انتقال میکنیم. باز هم در اینجا میبینیم که ماذا یعنی چی، سوف تفعلو یا ستفعلو، یعنی در آینده چی میکنی. ماذا ستفعلو، ماذا ستکنسو،
ماذا ستشاهدوا؟ همش برای مفرد مذکر. ماذا ستفعلین؟ ماذا ستکنسین؟ ماذا ستشاهدین؟ البته ای سه تا برای مؤنث مفرد. با ستون پنجم انتقال میکنیم. در اینجا متا علامه ردات استفهام است، تذهب و فعل مضارع است و الى حرف جر است که بالای اسم داخل شده و اسم مجرور ساخته. یعنی ترکیب یک جمله را شما ببینین که از ادات استفهام شروع، بعد از او فعل، بعد از او حرف جر، بعد از آن اسم. متى تذهب الى المدرسه؟ چی وقت به سوی مدرسه می روی؟ متى تذهب الى البيت؟ چی وقت به سوی خانه می روی؟ متى تذهب الى الطبيب؟ چی وقت به طرف دکتر می روی؟ متى تذهب الى المسجد؟ چی وقت به سوی مسجد می روی؟ متى تذهب الى المهندس؟ چی وقت به طرف انجینیر می روی؟ متى تذهب الى العم؟ چی وقت به نزد کاکا می روی؟ البته ما کلمه نزد یا بسوی اردویش یعنی درست و صحیح است. ستون ششم، اذهب ساعت الواحده. ببینین که این جواب هاست که در اینجا میرم ساعت یک، یا ساعت یک میرم. ساعت های مختلفه در ایجا نام گرفته. اذهب الساعت الواحده، اذهب الساعت الثانیه، اذهب الساعت الثالثه، اذهب الساعت الرابعه، اذهب الساعت الخامسه، اذهب الساعت السادسه. بعد از آن در اینجا در ستون هفتم دو اسم ذکر شده و یک فعل. البته فعل اول فعل مضارع است، اصلی الفجر اسم اول شد که البته منصوب است، بعد از او حرف جر است فی المسجد، باز دوباره اسم دریجه تکرار میشه، یعنی که همه ازی بعد از حرف جر مجرور یعنی کسره میخوره آخرش. میگم اصلی الفجر فی المسجد، نماز صبح را در مسجد ادا میکنم. اقرأ القرآن فی المصلا، قرآن را در جای نماز تلاوت میکنم. اشاهد التلفاز فی الغرفه، تلویزیون در اتاق مشاهده میکنم. اغسل الاطباق فی المطبخ، بشقابها را در آشپزخانه میشورم. اغسل الملابس فی الحمام، لباسها را در تشناب یا در حمام میشورم. ستون هشتم، اين تصلي الفجر؟ باز هم اين یعنی کجا علامه استفهام است، بعد از او فعل است، بعد از او اسم است، که البته الفجر همش مفعول بهی واقع شده. اين تصلي الفجر، نماز صبح را در کجا میخوانی؟ اين تقرا القران، قرآن را در کجا تلاوت میکنی؟ اين تغسل الملابس، لباس ها را در کجا میشوری؟ دوستان گرامی، درس 32 در همین جا به پایان رسید.